جوری رانندگی با این ماشین احساس قدرت و لذت بهت میده که دلت میخواد ماشینو ورداری بزنی به جاده چالوس. البته گردن حیران رو پیشنهاد نمی کنم چون ممکنه یه مقدار بادی رول اذیتتون کنه. من مهنوشم و تصویر من رو از کشیده ترین صفحه نمایشی که تا به امروز داخل کابین یه خودرو طراحی و استفاده شده میبینید. این خودش یکی از ویژگی های خودرو اسکلید 2021 که قراره در ویراژ امروز با هم بررسیش کنیم. برای اینکه به کیفیت رانندگی و امکاناتش پی ببریم فقط کافیه با من و ویراژ همراه باشید. قبل از اینکه کیفیت رانندگی کادیلاک اسکلید 2021 رو با هم بررسی کنیم، یه شتاب اولیه یا زمان رسیدن سرعت این ماشین از 0 تا 100 رو با هم اندازه‌گیری می‌کنیم. برای رسیدنش از سرعت 0 به 100 به حدود 6.1 ثانیه زمان احتیاج داره که در واقع نسبت به مدل 2020ش 0.2 ثانیه به شتاب گیریش اضافه شده و این ماشین یواشتر به سرعت 100 میرسه، که البته این مقداریش به خاطر داشتن وزن زیادش نسبت به مدل 2020. برای اینکه 0 تا 100 رو اندازه گیری کنیم، حالت رانندگی ماشین رو حالت رانندگی سپورت قرار میدم. تراکشن کنترل ماشین رو به صورت مجزا خاموش میکنم و اگر شما آماده این، منم آمادم که آنچنان این کمربند سفت رو سر جات نگه میداره که بهت شوک وارد میکنه. خب اگر آماده این، منم آمادم، با هم بشماریم. 1 2 3. ساعت حالا ترمز ترمزام کیفیت خوبی داره. با اینکه این ماشین جسته خیلی بزرگی داره، شتاب گیریش واقعا قابل قبوله. البته لینکلن نویگیتر یه مقدار شتاب گیریش بهتره، لذت شتاب گیری باش بیشتره، ولی از ارزش های کادیلاک کم نمیکنه. اسکلید 2021 یه خودرو سایز بزرگ لوکس SUVه که نسل اول تولید این خودرو برمیگرده به سال 1999، که شرکت کادیلاک با تولید این خودرو خواست جواب محکمی به رقباش بده، مثل مرسدس بنز ام کلاس که در حال حاضر معروف به GLS یا خودروی لکسس الیکس. در حال حاضر نسل پنجم این خودرو تولید شده با تغییرات ظاهری و داخلی و بروز شدن امکانات فراوان، ولی کماکان طراحی بدنه و شاسی به صورت دو قسمتیه که در واقع بهش میگن بادی آن فریم، یعنی طراحی بدنه روی شاسی سواره و به صورت یک پارچه یا مونوکوک نیست. ویژگی که تقریبا در این چند سال اخیر تمامی خودروسازای لوکس ازش استفاده کردن اینه که در طراحی قسمت جلو سعی کردن برای همه خودروهایی که تولید میکنن، چه از سایز کوچک تا سایز بزرگ، طراحی شبیه به هم رو در نظر بگیرن که وقتی که شما ماشین رو از دور میبینی بتونی تشخیص بدی که این خودرو کادیلاکه یا مرسدس بنز یا بی ام دبلیوه. کاری که خودروسازی کادیلاک برای خودرو اسکلید انجام داده هم همینطوره، یعنی شما این جلو پنجره ای چراغا رو کوچیکش کنی تقریبا سیتی فور میشه.
چراغا به صورت استاندارد LED هستن روی این مدل. از بس که جسته این ماشین بزرگه، تایرا و رینگا به صورت استاندارد بزرگ طراحی شدن. به صورت استاندارد رینگاش 22 اینچه، فاق تایر 50، پهنای تایر 275. ترمزاش برای رسوندن سرعت این خودرو از 100 به 0، با اینکه وزن این خودرو حدوداً 2640 کیلوه، به حدود 36.9 متر احتیاج دارن. طراحی جانبی بدنه خیلی کشیده و عضلانیه و جالبیش اینه این مدل تازه سایز استاندارد این خودروه. اسکلید یه مدل کشیده داره که معروف به ESV که در واقع فاصله بین محور جلو و محور عقبش زیادتره و فضای داخلی کابین بیشتره. علاوه بر این که دو تا بدنه داره، امکان انتخاب بین دو تا موتور بنزینی و دیزلی رو هم داریم. موتور بنزینی همین موتوریه که رو این هست، موتور دیزلی یه موتور توربو دیزل 3 لیتری 6 سیلندر خطیه که قدرتی معادل 277 اسب بخار تولید میکنه و گشتاورش حدود 625 نیوتن متره. این موتوری که ما این زیر داریم داغه ها. این موتوری که ما این زیر داریم موتور 8 سیلندر 6.2 لیتری تنفس طبیعیه که قدرتی معادل 420 اسب بخار تولید میکنه و گشتاور 625 نیوتن متریش رو از طریق گیربکس 10 سرعته اتوماتش که توی همه مدل‌ها مشترک هست به چهار چرخش منتقل میکنه. این مدل آل ویل درایو هست ولی امکان خریدش به صورت دیفرانسیل عقب هم موجوده. یه نکته ای که وقتی این مدل ماشینا رو تست و بررسی میکنی به نظرت میرسه اینه که کادیلاک یا حالا بالاخره شرکت لینکن که ماشینای به این جسه بزرگی میسازن باید یه دونه شرایط بذارن توی فروششون که کسی که این ماشین رو میخره حداقل 2 متر قد داشته باشه، برای اینکه بستن این در به راحتی امکان پذیر نیست، باید بپری بالا در کاپوتو بگیری. یکی هم این که صندلی ها انقدر طراحی بزرگ و راحتی داره که کسایی که جسه ریزی داشته باشن تو صندلی گم میشن. در قصر کادیلاکی که باز میکنی این رکاب مثل فرش قرمز برات پهن میشه که سواره و پیاده شدن رو راحت میکنه. یه ویژگی خوبش اینه که سیستم تعلیق بادی الکتریکی داره که قابلیت تنظیم ارتفاع به صورت مجزا رو برای سواره و پیاده شدن راحت‌تر و بارگیری راحت‌تر برای سرنشینان به همراه داره. در رو که باز می‌کنی اوج لوکس بودن رو می‌تونی ببینی. کیفیت بالای استفاده از چوب، آلومینیوم، چرم، بوی چرم رو می‌تونی احساس کنی. در این قسمت دکمه‌های مربوط به دنده کمک و تنظیم حالت‌های رانندگی قرار گرفته. حالت آتو حالتیه که بر حسب شرایطی که داریم رانندگی می‌کنیم خود ماشین تشخیص میده که گشتاور نیرو رو بفرسته به محور عقب یا اینکه چهارچرخ رو درگیر کنه. حالت توی های با این دکمه فعال میشه، حالت فور های با این دکمه فعال میشه. دکمه مربوط به دستیار شیب تو این قسمت هستش. حالت‌های رانندگی با دکمه مود عوض میشه. به صورت پیش‌فرض 4 تا حالت رانندگی برای این ماشین در نظر گرفته شده. حالت رانندگی تور داره که اما حالت رانندگی کامفورته که به صورت روزانه میشه ازش استفاده کرد. حالت رانندگی اسپورت همین حالتی که الان در واقع داریم باهاش رانندگی میکنیم که یه مقدار فنربندی ماشین سفت‌تر میشه و شتابگیری باهاش راحت تره به خاطر اینکه تعویض دنده سریع تره. حالت رانندگی آفرود داره که مناسبه برای آفرود. البته این ماشین ذاتاً ماشین لوکسیه و برای مسیرهایی که حالا ممکنه در حین حرکت گلولای باشه یا یه مقدار صخره‌ای باشه میتونیم از حالت آفرودش استفاده کنیم، به خاطر اینکه ماشین ذاتاً ماشین لوکسیه، ماشین مربوط و مخصوص مثلا تویوتا لند کروزر یا دیفندر برای آفرود نیست. و حالت رانندگی مخصوص بوکسل کردن
یه نکته یه هست، این ماشین حالت رانندگی ایکو نداره، یعنی کادیلاک خودشو مسخره نکرده برای یه موتور 8 سیلندر 6.8 لیتری بخواد حالت رانندگی ایکو بذاره، میگه آقا جان این مصرف سوخت زیاده. این دو تا دگمه هم که اینجا هست مربوطه به تنظیم ارتفاع برای سواره و پیاده شدن که راحتی بارگیری و سواره و پیاده شدن رو برای سرنشینان به همراه داره. تو این قسمت تنظیمات مربوط به قسمت بوکسله و در واقع باهاش میشه تنظیمات بوکسل رو انجام داد. دکمه پارک برقی تو این قسمت قرار گرفته و تنظیم نور صفحه پشت فرمون با این کنترلگر انجام میشه. توی این مدل به خاطر اینکه پریمیوم لاکچری هستش، تمامی کابین از چرم استفاده نشده، هم چرم داریم هم پارچه، ولی صندلی‌ها تماماً چرمه و این مدل مجهز شده به 36 تا اسپیکر AKG که کیفیت فوق‌العاده‌ای رو برای شنیدن موسیقی داخل کابین به همراه داره. حتی قسمت پشت سر برای راننده و سرنشین جلو هم اسپیکر قرار گرفته. دکمه های سمت چپ قربیلک فرمون مسئول تنظیمات کروز کنترل و کروز کنترل تطبیقی هستن. این ماشین مجهز به گرم کن فرمون که در امارات اصلا استفاده ای نداره. به نظر من به جاش باید سرد کن فرمون میذاشتن، برای اینکه اینقدر در روزهای تابستون فرمون گرمه که نمیتونید لمسش کنید. وایس کامند با این دکمه فعال میشه و یه ویژگی که فرمون این ماشین داره، باهاش امکان فعال کردن اسپیکرهای قسمت عقب ماشین رو داری که صدا رو از قسمت عقب به راحتی پخش میکنه و دیگه لازم نیست از صندلی جلو داد بزنی بگی آقا بچه بشین سر جا چی میخوای، فقط کافیه که این دکمه رو فشار بدی و صدا از قسمت انتهایی از اسپیکرها برای سرنشینای عقب پخش میشه. دکمه های سمت راست قربیلک فرمون مربوط به تنظیمات صفحه نمایش مرکزی، سیستم صوتی و صفحه دیجیتال پشت فرمون. طراحی فرمون هم قشنگه، فرمونش از چرم و چوب و آلومینیوم استفاده شده در طراحیش، کار کردن با دکمه هاش راحته. تنظیمات صندلی به صورت برقی هست و اینقدر این تنظیمات جامع و کامله که برای قسمت تحتانی و قسمت پشت کمر و قسمت پشت سر به صورت مجزا تنظیمات در نظر گرفته. صندلی ها مجهز شده به گرم کن و سرد کن که کنترلاش در داخل در قرار گرفته و حافظه صندلی هم داره. کلن همونطور که گفتم صندلی ها طراحیش بسیار بزرگه و راحته. کنسول وسط هم طراحی بزرگی داره. یه ویژگی خوبی که داره اینه که داخلش یه یخچال واقعی داری که در واقع برای آب و هوای اینجا بسیار کاربردیه. دو تا جای لیوانی داری که امکان گرم کردن نوشیدنی رو هم بهت میده. USB-C پورت داری، یه خروجی 12 ولتی داری. دو تا محفظه کوچیک توی این قسمت در نظر گرفته شده و یه دونه وایرلس شارژر که فقط کافیه که موبایل تو داخلش قرار بدی. این قسمتی از داشبورد که رنگش متفاوته و توش دو تا دریچه کولر طراحی شده و هداب دیسپلی رو داریم، تماماً اسپیکره. یعنی من اسپیکر به این بزرگی در هیچ ماشینی تا حالا ندیدم. فوق‌العاده اسپیکر بزرگی طراحی شده که نشون بده کادیلاک از همه بهتره. سه تا حافظه درب پارکینگ داره. با این قسمت میشه تنظیمات در صندوق عقب انجام داد بین حالت ماکسیموم یا حالتی که یک سوم از در باز باشه یا به صورت کلی میشه بستش. تنظیمات ردیف سوم صندلی‌ها رو به صورت برقی میتونیم با این دوتا دکمه انجام بدیم. این تنظیم کننده ها مربوط به سقف پانورامیک و باز و بسته شدن سقفه. این دکمه SOS با فشار دادنش مستقیم وصل میشی به اورژانس یا سیستم پلیس که در اون صورت سریعاً به فریادت میرسن. از دیگه ویژگی های این ماشین میتونم بگم که داشتن دوربین عقبه که تصویرشو میندازه رو آینه مرکزی که دید بهتری داشته باشی. دوربین های 360 درجهش کیفیت خوبی داره، پوشش خوبی داره و کمک میکنه که این ماشین قول رو بدون هیچ گونه مشکلی هم پارک کنی، هم از جای پارک در بیاری، همین توی مسیرهایی که به نسبت فضای کمی داری با آرامش خاطر رانندگی کنی. فقط رنگ ماشین با رنگی که توی نرم افزار
تعیین شده یه رنگ نیست. ماشین ما نقره‌ایه، ماشینی که الان داره بهمون نشون میده رنگش مشکیه، ولی بقیه نکات این تصویریه که داریم میبینین. از این زاویه که داریم نگاه میکنیم تو همین قسمت جلوی ماشین فقط 5 تا صفحه نمایش یا LCD طراحی شده. 3 تاش که مربوط به صفحه نمایش مرکزی و صفحه نمایش پشت فرمون و تنظیماتشه. یکی صفحه نمایشیه که در آینه طراحی شده و یکی هم صفحه نمایشیه که به همون تنظیمات سیستم تهویه رو نشون میده. غیر از 2 تا صفحه نمایشی که پشت صندلی راننده و سرنشینه جلوه برای سرنشینان ردیف عقب. خیلی طراحی زیبایی داره این چوبی که در طراحی به کار بردن، هم دیزاین زیبایی داره هم کیفیت پولیش بالایی داره. یعنی واقعا فکر میکنی اومدی مهمونی و این میز چوب گردوییه که روش پولیش زدن و گذاشتن جلوت. فوق‌العاده طراحی ماشین رو لوکس و مجلسی کرده، خیلی زیباست. این دوتا کنترلگری که تو این قسمت قرار گرفته مربوط به تنظیمات سیستم سرگرمی مرکزی که اگه نخواستیم با حالت لمسیش کار کنیم، با این دوتا کنترلگر به راحتی میشه سیستم نمایش مرکزی رو تنظیماتش رو انجام داد. طراحی کریستالی شکلی داره و جلوه زیبایی به طراحی این قسمت ماشین داده. سردنده 10 سرعته اتوماتمون تو این قسمت قرار گرفته. دکمه آتو هولد اینجا هست، دکمه آتو استارت استاپ رو داریم و سیستم حرکت بین خطوط با این دکمه فعال یا غیر فعال میشه. سیستم تهویه فوق‌العاده قوی و عملکرد خوبی داره و این کابینه به این بزرگی توی گرمای امارات میتونم بگم در حد 2-3 دقیقه قشنگ یخ میکنه. یعنی جوری که دمای هوا رو میذاری رو حالت متعادل و درجه وزش رو روی 1 قرار میدی، که خب این خیلی خودش برای مناطقی که گرم سیره نقطه قوته. صفحه نمایش مرکزی 16.9 اینچه، منحنی شکله و حالت کرو داره و فوق‌العاده کیفیت و وضوح تصویر بالایی داره و مجهز به نرم افزار اندروید اوتو و اپل کارپلی. نقشه و مسیرها رو میشه باهاش تنظیماتش رو انجام داد و قدرت پاسخگویی بسیار بالایی داره. تنظیمات خودرو رو بهمون نشون میده. تنظیمات معمولی که حالا هر خودرو داره، مثل مدت عمر باتری، مدت عمر فیلترهای روغن، مدت عمر روغن موتور و خلاصه اطلاعاتی مثل مصرف سوخت و اطلاعات معمول هر خودرو رو با صفحه نمایش مرکزی میتونیم داشته باشیم. خب حالا میرسیم به صفحه نمایش دیجیتالی پشت فرمون که 14.2 اینچه. البته از این زاویه که داریم نگاه میکنیم آنچنان چیز خاصی نیست و نسبت به بقیه صفحه نمایش های دیجیتال آنچنان متفاوت نیست. نمایشگر سرعت رو داریم، نمایشگر بنزین هست، نمایشگر دور موتور هست، آنچنان چیز خاصی نداره. ولی نکته جالبش اینه که یه صفحه نمایش 7.2 اینچی در کنارش داره که تنظیمات صفحه نمایش پشت فرمون رو باهاش انجام میدیم و مجهز شده به یه سیستمی که تصویری که دوربین جلوی ماشین از اطراف میگیره رو مستقیم برای راننده میندازه روی صفحه نمایش پشت فرمون به صورت کامل. در حین رانندگی تسلط خوبی به راننده میده، ولی برای من که به مدت کوتاهی با این ماشین رانندگی کردم یه مقدار تمرکزم رو به هم میریخت، ولی برای کسی که به مدت طولانی و مالک این ماشینه قاعدتا عادت میکنه به این سیستم و اونقدر حالت پراکندگی حواس یا اینکه از دست دادن تمرکز رو نداره. یه ویژگی خوب دیگه‌اش داشتن نایت ویژنه که تصویر بسیار با کیفیتی رو در هنگام شب در اختیار راننده میذاره و میشه باش عملیات جاسوسی انجام داد. یه ویژگی دیگه‌اش اینه که میشه به صورت کامل نقشه و مسیرها رو در پشت فرمون داشت. تنظیمات هداب دیسپلی رو میشه با این صفحه نمایش انجام داد که هداب دیسپلی هم تصویر واضحی داره، هم تسلط راننده رو به رانندگی بیشتر میکنه. کادیلاک معروفه به داشتن صندلی‌های راحت، جادار و بسیار با کیفیت.
این خصلت ها و ویژگی ها برای ردیف دوم صندلی ها هم صدق میکنه. هم فضای زیادی داری، هم واقعا نحوه قرار گرفتن صندلی ها راحته، همین که این سقف پانورامیک که تا ردیف دوم صندلی ها رو به صورت کامل پوشش میده، وقتی که توی مسیرهای طولانی داری رانندگی میکنی لذت سواری ردیف دوم صندلی ها رو بیشتر میکنه. دو تا صفحه نمایش 12.6 اینچی هم برای اینکه حوصله سرنشینای ردیف دوم سر نره در دستشون قرار گرفته که میشه باش برنامه‌های ویراژ رو دید. توی این قسمت تنظیمات سیستم تهویه‌ای که به صورت مجزا برای ردیف دوم صندلی‌ها در نظر گرفته شده رو میتونیم انجام بدیم. یه محفظه اینجا قرار گرفته و یه عالمه پورت شارژ که بشه به راحتی وسایلمون رو باهاش شارژ کرد. طراحی درا کماکان لوکس بودن خودشو حفظ کرده، همین که اسپیکرها رویشون فلزیه، همین که از قطعات چوب و آلومینیوم در طراحی درا استفاده شده، ولی سایبون شیشه عقب نداره که من اینو میتونم به عنوان یه ایراد برای همچین ماشین لوکسی در نظر بیارم. کیفیت سواری ردیف سوم صندلی‌ها رو با هم بررسی کنیم. این صندلی ردیف دوم به صورت کامل برداشته میشه و برای همین به راحتی میشه وارد ردیف سوم صندلی ها شد. به همین حالت هم میتونیم ببندیمش. میخوام جای پای منو ببینین در این قسمت که فضای کافی برای پا داریم، فضای کافی برای سرم هست. توی این قسمت اگر یه سقف شیشه‌ای طراحی میشد به نظر من نمره بیشتری میگرفت، مثل کاری که BMW X7 انجام داده. یه ویژگی که در BMW X7 حتی تا ردیف سوم صندلی ها شما این احساس رو دارید، داشتن کیفیت بالای مواد و لوکس بودنه. یعنی توی قسمت سوم صندلی هم از طراحی های چوب و آلومینیوم استفاده شده، در صورتی که برای ردیف سوم صندلی های کادیلاک این حس رو نداری. مقدار زیادی پلاستیک توی این قسمت استفاده شده که از لوکس بودن ماشین که در قسمت اول و ردیف دوم صندلی ها باهاش لذت میبری، توی این قسمت اصلا همچی چیزی رو نمیبینی. ولی از لحاظ داشتن دریچه کولر و فضای کافی و جای لیوانی و کانکشن‌های برق، در واقع نیاز ردیف سوم صندلی‌ها به خوبی برآورده میشه. برای اینکه نشون بدم فضای داخلی کابین چقدر بزرگ طراحی شده، از فیلمبردار خواستم که دوربین رو در قسمت انتهایی کابین قرار بده. صندلی‌ها رو هم جمع کردیم. تازه این مدل، مدل استاندارد اسکلید هست. مدل اکستندبلش که فضای داخلی بیشتر داره نیست. ولی با این حال میبینیم چقدر طراحی داخلی کابین بزرگه. مصرف سوختش در 100 کیلومتر در شهر حدود 15 لیتره. در جاده کاهش پیدا میکنه به حدود 11 لیتر و به صورت تقریبی چیز حدود 12.5-13 لیتر مصرف سوختش هست در 100 کیلومتر. حجم باکمون 91 لیتره. از ویژگی های رانندگی باهاش بخوام بگم، مثلا من حالت رانندگی رو میذارم رو حالت رانندگی تور که در واقع یه مقدار فنربندی ماشین نرمتر بشه و صدای لاستیکا داخل کابین کمتر شنیده بشه، به خاطر اینکه در حین حرکت در اتوبان هستیم و سرعتگیرا باعث ایجاد صدا میشه داخل کابین. کابین به خوبی عایق بندی شده، سیستم صوتی فوق العاده خوبی داره و تعادل و هندلینگ ماشین در سرعت‌های بالا به نسبت بزرگ بودن جثه‌اش خیلی خوبه. روقبای گردن کلفتی داره، از اون ور رنج روور ووگ رو داره در مقابلش، لینکلن نویگیتر هست، مرسدس بنز GLS هست، BMW X7، لکسس LX570 رو داره در مقابلش، ولی کیفیت رانندگی فوق‌العاده خوبی داره در بین اونا. از حق نباید بگذریم. هم کابین فوق‌العاده لوکسه، هم این که جادار طراحی شده، هم در حین رانندگی بسیار به جاده مسلطی. با اینکه این خودرو طولش 5.3 متر و عرضی حدود 2 متر داره، تعادل و هندلینگ قابل قبولی توی سرعت‌های بالا و توی پیچا داره. البته من اگر بخوام حالت اسپورتی رانندگی بیشتری داشته باشم حتما رقبای آلمانی رو خریداری میکنم، اما از کیفیت خوب رانندگی اسکلید کم نمیکنه. بسیار رانندگی نرم و روانی داره.
این مدل مجهز شده به دمپرای مغناطیسی که خودش کمک میکنه که یه رانندگی روان‌تری رو داشته باشی و از انتقال تکونایی که ناشی از سطحیه که داری روش رانندگی میکنی به داخل کابین به خوبی جلوگیری میکنه. جوری رانندگی با این ماشین احساس قدرت و لذت بهت میده که دلت میخواد ماشین رو ورداری بزنی به جاده چالوس. البته گردن حیران رو پیشنهاد نمی کنم چون ممکنه یه مقدار بادی رول اذیتتون کنه. طراحی چراغای خطر کشیدگی خودش رو حفظ کرده. این بجی که اینجا قرار گرفته و 600 رو به ما نشون میده قرار بوده میزان گشتاور تولیدی این خودرو رو نشون بده که 625 نیوتن متره، ولی فکر میکنم مثل مدل سیتی فور که 25 نیوتن متر بجش زیادتر بود، این 25 نیوتن متر کمتر نشون میده، یر به یر شده، خلاص هم دیگر رو خونسا کردن. یه نکته ای که در طراحی قسمت عقب من خیلی خوشم اومده اینه که برف واکن رو از این قسمت به زیر اسپویلر منتقل کرده. قرار گرفتن برف واکن در این قسمت یا این قسمت هیچ تغییری در میزان تمیز کردن شیشه برای راننده نداره، فقط یه امر سلیقه‌ایه و در واقع بستگی به سلیقه طراح داره که کدوم حالت رو برای ماشین در نظر بگیره، که این حالتی که در قسمت زیر اسپویلر قرار میگیره واسه من قشنگتره و به نظر من طراحی قسمت عقب رو زیباتر میکنه. طراحی در عقب دو تکه ای هست، دکمه ای که اینجا هست در شیشه ای رو باز میکنه برای دسترسی راحت، و اگه میخواین کل در رو باز کنین دیگه دنبالش اینجا نگردین، فقط کافیه که لوگوی کادیلاک رو فشار بدین تا در عقب باز شه. صندلیا به صورت برقی باز و بسته میشه و صندلیای ردیف دوم هم به صورت برقی باز و بسته میشه. با کمال جدیت و سرعت این صندلیا بسته شد. حجم باری که الان میتونیم بارگیری کنیم حدود 1700 لیتره و برای اینکه این ماشین مجهز شده به سیستم تعلیق بادی الکتریکی امکان تنظیم ارتفاع به صورت مجزا رو داریم که این خودش بارگیری و پیاده کردن بار و حتی سواره و پیاده شدن رو راحت تر میکنه. ردیف دوم صندلی‌ها رو بخوام برگردونم سر جاش به صورت دستی باید انجام بدم، ولی ردیف سوم صندلی‌ها به همین راحت برمیگرده سر جاش. قلاب بوکسلش زیر این کاور قرار گرفته و برای بوکسل کردن 3620 کیلو بار این ماشین آماده است. مدلی که دیفرانسیل عقب هست حدود 100 کیلو بیشتر بار میتونه بوکسل کنه و یه نکته ای که در رابطه با این نسل باید بگم اینه که حدود 67 کیلو این نسل سنگین تر شده نسبت به نسل قبلیش، در صورتی که در مدل‌های جدید خودروها همه خودروسازی‌ها در تلاشن که خودروها سبک‌تر بشه که بتونن شتابگیری و هندلینگ بهتری داشته باشن، ولی خب این خودرو حدود 70 کیلو نسبت به خودرو 2020ش سنگین تر شده. نکته ای که در حین رانندگی به نظرم جاش خالیه تو این ماشین امکان تنظیم پدال گاز و ترمزه، مثل نویگیتر که امکان تنظیم پدال گاز و ترمز رو داشتی و این خودش یه مقدار تسلطتو در حین رانندگی بیشتر میکرد، تو این مدل پدال گاز و ترمز ثابت هست و به نظرم یه مقدار کار کردن باهاش برای کسایی که قد بلندی دارن که خب راحته، ولی برای کسایی که قد متوسطی دارن یه مقدار پدال پایین قرار گرفته که اگر میشد امکان تنظیمش رو داشته باشی خیلی بهتر بود. از امکانات ایمنی که روی این خودرو هست من میتونم به داشتن 7 تا ایربگ، سیستم تشخیص نقاط کور و تصادفات از قسمت جلو، سیستم تشخیص ترافیک
پارک خودران، رانندگی خودران، دوربینای 360 درجه، سنسورای پارک، حرکت بین خطوط و کروز کنترل تطبیقی اشاره کنم. سنسورای پارکش یه ویژگی جالبی که داره، علاوه بر این که به راننده با سر و صدا هشدار میده که به یه جسم یا شی داری نزدیک میشی، صندلی راننده رو ویبره میکنه که راننده بیشتر حواسش باشه که جسم یا شی کنار ماشین هست. نتیجه حسای تصادفات به صورت کامل برای اسکلید 2021 هنوز منتشر نشده، ولی از این همه امکانات ایمنی که روی این خودرو هست میشه انتظار داشت که 5 ستاره ایمنی رو به خودش اختصاص بده. انقدر رانندگی با این ماشین حس قدرت بهت میده که دیگه به زمین و زمون میخوای فخر بفروشی. هم قدرت داری، هم لوکسه، هم جاداره. خلاصه یه حس خاصی داره رانندگی باش. کادیلاک اسکلید 2021 در 5 تا تریم تولید میشه. تریم پایش، تریم لاکچری هستش، پریمیوم لاکچری، همین تریمی هست که ما امروز داریم بررسیش رو انجام میدیم. تریم سپورت داره، تریم پریمیوم لاکچری پلاتینیوم داره و تاپ تریمش سپورت لاکچری هست که حدود قیمتش در بازار امارات از حدود 350,000 درهم شروع میشه تا تاپ تریمش که 445,000 درهمه. بخوام تبدیلش کنم به دلار آمریکا تقریبا میشه 92,000 دلار تا حدود 124,500 دلار آمریکا. در آخر میرسیم به جدول ویراژ که میشه معدل رانندگی من با کادیلاک اسکلید 2021 تریم پریمیوم لاکچری. برنامه ویراژ رو همراهی میکنین ازتون ممنونم. تا ویراژ دیگه، ماشین دیگه و برنامه دیگه، بدرود.